از نظر ما گزینه خوبیه. امنیت ملی رو میشناسه. توانایی فکری و جسمی یا به قول پرزیدنت ترامپ توانایی و بلوغ فکری لازم رو داره. یک ترکیب عالیه. دو آدم پر انرژی که میخوان مشکلات آمریکا و جهان رو حل کنن. واقعیت اینه که هر دو شیوه‌های صلح‌آمیز و قدرتمند رو برای انجام کارها ترجیح میدن. پرزیدنت ترامپ میخواد ارتش رو متحول کنه و جدی در این زمینه وارده. پرزیدنت ترامپ میخواد به کارگرا کمک کنه. کارگرای صنعت خودروسازی، فولاد، لاستیک و صنایعی که به حاشیه رونده شدن. جدی مثل خود من در اوهایو بزرگ شده و میدونه چطور میشه اون صنایع رو احیا کرد. حل مشکل جنگ‌هایی از این دست آسون نخواهد بود. روشنه که مشکلات فلسطینیان و اسرائیل باید حل بشه که دهه هاست داریم روش کار میکنیم. توافق ابراهیم و تلاشی که پیرامون اون در دولت اول ترامپ صورت گرفت، حاوی این پیامه که به اون اهمیت داده میشه و افرادی برای انجامش منصوب خواهند شد. در مورد اوکراین به نظرم پرزیدنت ترامپ خیلی سریع مشکل رو حل خواهد کرد. به نظرم یک تصمیم خیلی ساده خواهد گرفت و اون اینه که میگه آقای پوتین یا برای رسیدن به یک نتیجه معقول تن به مذاکره میدی یا ما تا آخر ایستادیم. و من فکر میکنم این کار پوتین رو به میز مذاکره خواهد کشون. این شاید دقیقاً اون چیزی نباشه که پرزیدنت زلنسکی میخواد، اما فکر کنم به نفع هر دو طرف باشه. پرسش درستی رو مطرح کردید. اگه خواهان صلح و کامیابی در جهان باشیم، باید با صادرات تروریسم ایران مقابله کنیم. صادرات روزانه نفت ایران از 300 هزار بشکه در روز وقتی پرزیدنت ترامپ کاخ سفید رو ترک کرد به 2 میلیون بشکه افزایش یافته. کاهش اون تا جایی که ایران رو به پیوستن به جامعه جهانی وادار کنه یا توانایی صادرات نداشته باشه، اولین اولویت خواهد بود. و به نظرم پرزیدنت ترامپ آماده است که برای جلوگیری از صادرات نفت ایران هر تلاش لازمی رو انجام بده.